بله اینو قبلا خوندیم که میگه من گنجینه نهان بودم دوست داشتم شناخته شوم این از زبان زندگی است خداست پس آفریدم آفریدگان را تا شناخته شوم یعنی این بیت که انسان ذره است که در باید خورشید آشکارا طلوع کنه و این با فضاگوشایی طلوع میکنه و خداوندم گفته من گنجی نهان بودم دوست داشتم و الانم دوست دارم شناخته شوم خودم خودمو به صورت خورشید خورشیدی که عشق میتابونه لطف میتابونه زنده کننده است در درون انسان ها زنده کنم و بتابم ما باید به اینجا برسیم <تص> تو اگر گوشه بگیری تو جگر گوشه و میری و اگر پرده داری تو همه را پرده داریدی. میگه اگر گوشه بگیری از پنهان بشی من نتونم تو را ببینم ولی من میدونم که واقعا تو هسته مرکزی اصلی من هستی. همه چیز من تو هستی و امیر و پادشاه و تصمیم گیرند تو هستی. واقعا ما این باور رو داریم درسته که من ذهنی داریم او رو نمی بینیم ولی شما می دونین که او تصمیم میگیره در این لحظه قضا و کنفکان تصمیم میگیره که چه اتفاقی برای شما بیفته اگر نمی دونین قبول کنید برای همین عرض می کنم که خیلی موقع ها ما با دید ذهنیمون نمیتونیم چیزها را قبول کنیم بهتر فعلا قبول کنیم که هسته مرکزی ما اونه و امیر اونه برای اینکه غذا و کنفکان اتفاق برای ما به وجود میاره و اگر تو پرده بدری و پرده دری رو در دو معنی گرفته یکی خودشون نشون دادن یکی رسوا کردن هر دو رو در واقع معنی میده برای من ذهنی رسوایی هست برای کسانی که فضا رو باز میکنند خداوند رو میبینند میگه تو پرده میداری و پرده همه رو میداری کسی که به صورت من ذهنی او رو رسوا میکنی در همه عالم شما نگاه کنید به نظر شما ما که امتداد خدا هستیم و امروز مولانا گفت که هر لحظه برای شما ایده و زندگی میتونه طوری نظم بده به ما که هر لحظه اید باشه جشن بگیریم ما و زندگی از جنس شادیه ما باید شادی بیسبب سبب هر لحظه داشته باشیم این که ما زانوی غم بغل کردیم این برای ما شن نداره این مخلوقات تمام عالم مثل جمادات و نباتات و حیوانات به ما که نگاه میکنند به نظر شما ایراد نمیگیرند خود زندگی به ما نگاه میکنه ایراد نمیگیره که تو که من هستی من که تو هستم این لحظه میخوام لطف و شادیم و انایتم به تو بدم میخوام تو را به خودم زنده کنم به بینهایت خودم به کوسر خودم تو را گرامی داشتم با تو بودم تو را هدایت کردم این لحظه میتونم تو را هدایت کنم عقل بدم اسلام نیت بدم قدرت بدم میتونم قدرت آفرینندگی بدم اصلا فکر خود خودت, خودت بیافرین در این لحظه فکر کن این که ما تقلید میکنیم این همه که ما شک داریم این همه درد داریم این برای ما واقعا عف نداره که کس... شن نداره یعنی ر... رسوا نشدیم ما به نظر شما رسوا نشدیم چرا شدیم ولی جمعا که کاری نمیتونیم بکنیم ما فردا میتونیم به این رسوایی پایان بدیم به نظر شما پیش خداوند ما سر شکسته و خجل نشدیم شرمنده که شرمنده نیستیم به آقا آخه این چه وضعی ما داریم ببخشید ما اشتباه کردیم حالا تو بیا اون یکی پرده رو بدر من دیگه میخوام واقعا با فضاگوشایی ایمان پیدا کنم و اگر پرده در تو پس دو جور پرده ما رو میداری یا خودش رو به ما نشون میده این موقعی است که ما فضاگوشایی میکنیم مرکز رو عدم میکنیم پرده رو میداره خودش رو نشون میده یا نه اصرار میکنیم به همانیدگی رسوا میشیم یکی از این دوتاست شما ببینید که کدوم یکی نصیب شما شده اگر رسوا شدین بیاین تغییراتی در خودتون بدین اگر نه فضا گشایی میکنید لحظه به لحظه و دارین به او زنده میشین خوشا به حالتون داره خودشو به شما نشون میده بله و این ابیات هم از دفتر اول جالبه میگه پرده بردارو. رو برهنه گو که من من می نخواستم با سنم با پیرهن گفتم ار اوریان شود او در ایان نه تو نه کنارت نه میان پس در این پرده برداشتن هم که ما میگیم پرده را بدر در عجله نداریم با من ذهنی کار نمی کنیم. به موقع پرده رو بر می داره. شما بیاین فضا کنین فضا کنین نپرسین چه پرده رو بر می داره. و اون کسی که میگه پرده را بردار و برهنه بگو بله من با معشوق رخ می, خوابم و با کتشروار نمی خوابم چون با عشق بازی کنی باید لخ بشی در اینجا لخ شدن لخ شدن از هست. هاست من میگم اگر اوریان بشه و خودش رو آشکارا نشون بده نه تو میمونی نه کنار میمونه نه میان هیچ کدوم از این چیزهای من ذهنی نمیمونه که تصور میکنه بعد بعد میگه انسان واقعا باید پیشرفت کنه بعد از اون به موقعش او خودشو پرده رو میدره خودش نشون میده آرزو میخواه لیک اندازه خواه بر نتابت کوه را یک برگ کا. آفتابی که از این عالم فروخت اندکی گر پیش آید جمله سوخت یعنی حقیقتا ما به صبر کنیم فضا گشاهی کنیم تا تا به تحمل زنده شدن به او رو داشته باشیم خیلی زود امکان نداره حتی درد هوشیارانه کشیدن را هم قضا و کنفکان تعیین میکنه و بارها هم خوندیم که این لحظه مهمان میاد از این مهمان پذیرایی کنید و این مهمان به صورت چالش میاد به صورت لطف میاد هرچی میاد در بیت قبلی داشتیم میگه اگر تو بر سر چینی یا بر سر لطفی فرق نمیکنه اون بیت یاد تو نگه. من عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد ای عجب من عاشق این هر دو زد یعنی خداوند در این لحظه اگه غر میکنه یا لطف میکنه من عاشق هر دو هستم برای اینکه من میدونم با این اتفاق میخواد منو تغییر بده درسته که ذهن میگه اینا زدن ولی من عاشق هر دو هستم تو آرزو میخوا لی چند اندازه بخوا در اینکه کوه رو برگ کاه نمیتونه تحمل کنه شما یه ماه داریم گنج حضور گوش میدین نگین من انتظار دارم به بینهایت خدا زنده بشم با این همه همانیدگی با این همه درد زود باش این زود باش و بی حسلگی. یکی از خاصیت های من ذهن چون حضور رو میخواد به عنوان یه همانیدگی به خودش اضافه کنه و مثال میزنه که این آفتاب که عالم روشن میکنه انرژی میده آفتاب نباشه ما همه یخ میزنیم میمیریم ولی یک کمی بیشتر که میشه درجه حرارت بره بالا اگر درجه حرارت همه جای کره زمین 150 درجه سانتیگراد باشه دیگه نمیشه زندگی کرد و زمستان و تابستان تنظیم میشه مطابق همین خرد زندگی که ما میتونیم زندگی کنیم روی کره زمین که البته با من زینی همین را هم ما تخریب میکنیم و خودش در توضیح میگه دل کفر از تو مشوش سر ایمان به میت خش همه رو هوش رو بودی همه رو گوش ششیدی کفر در اینجا کافر یعنی من ذهنی چون در بیت قبل چی گفت بیت قبل گفت که من یادتون بیارم تو اگر گوشه بگیری تو دیگر گوشه و میری و اگر